دانشمندان چیزهای عجیبی در زیر زمین را از ما پنهان می کند. چه کسی در بین مواد مذاب زیر زمین به دنبال وجود حیات می گردد؟ دانشمندان تا سال 2009 به این مسئله حتی فکر هم نمی کردند. وقتی که در تلاش برای حفر سوراخی در زیر نیروگاه برقی در ایسلند بودند، تصمیم گرفتند که گرمای مواد مذاب را به انرژی تبدیل کنند. این پروژه با شکست مواجه شد، اما به لطف آن محققان در عمق 2 کیلومتری سطح زمین چیز جالبی را کشف کردند. در این ویدیو به پاسخ سوالات زیر می پردازیم. چرا میدان مغناطیسی زمین می تواند تغییر کند؟ آیا موجودات زیرزمینی را می توان با پنیری به دام انداخت؟ چرا دانشمندان یافته های خود را پنهان می کنند؟ و مهمتر از همه، تا چه عمقی از سطح زمین امکان حیات وجود دارد؟ قبلا دانشمندان بر این باور بودند که چون ماده غذایی در زیر سطح خاک نیست، پس هیچ ارگانیسمی نیز در آن زندگی نمی کند. اما مشخص شد که قضیه بسیار پیچیده تر است. برای مثال در عمق 2 کیلومتری سواحل ژاپن توده ای از باکتری ها کشف شدند. اما در این لایه از خاک اکسیژن نیز وجود ندارد، چه برسد به ماده غذایی؟ چگونه این میکروارگانیسم‌ها بدون غذا زنده می‌مانند؟ این باکتری‌ها می‌توانند ترکیبات شیمیایی پیچیده را شکسته و همزمان به متان تبدیل کنند. حتی می‌توانند بدون اکسیژن روی سطح زمین نیز زندگی کنند. به دلیل وجود این باکتری‌هاست که گاهی مردم در سطح باتلاق‌ها نورهایی را می‌بینند. اگر به عمق بیشتری برویم، در آفریقای جنوبی در عمق 3 کیلومتری هم باکتری‌های یافت شده است. اما برخلاف قبلی‌ها واقعاً تنبل هستند. از آنجایی که غذای خود را نمی‌سازند، از هیدروژن‌های تولیدی سطح زمین تغذیه می‌کنند. اما رکورددار این عرصه باکتری های کشف شده در عمق 3.5 کیلومتری است که از آهن خالص تغذیه می کنند. این باکتری ها می توانند به راحتی در دمای 121 درجه سلسیوس زندگی کنند. از این دما در سطح زمین برای استریل کردن لوازم پزشکی استفاده می کنند. آیا امکان حیات نهایتاً به اینجا ختم می شود؟ شاید برای یافتن پنهان‌ترین موجودات بیولوژیک باید تحقیقات را از عمیق‌ترین مناطق شروع کنیم. یعنی دنیای زیر اقیانوس‌ها. اگرچه حجم و عمق آب بسیار بالا این تحقیقات را دشوار ساخته، اما دانشمندان از این ایده دست نکشیدند و اخیراً تلاش‌هایشان به ثمر نشسته است. در عمق 2 کیلومتری از کف اقیانوس آرام باکتری هایی وجود دارند که از نفت خام تغذیه می کنند. در حالی که این منبع ارزشمند در سطح زمین می تواند جنگی به راه بیاندازد. دانشمندان روش دیگری برای استفاده از این باکتری ها یافتند. آنها از این باکتری ها برای مقابله با بلایای زیست محیطی استفاده می کنند. دریافتند که چگونه این میکروارگانیسم‌ها تولید و در هنگام نشت نفت به اقیانوس‌ها به پاکسازی اقیانوس‌ها کمک می‌کند. باکتری‌های موجود در عمق 3 کیلومتری در همان منطقه رژیم غذایی عجیب‌تری دارند. جایی که فشار به حد بسیار زیادی بالاست، طوری که هیچ موجود زنده یا ماده غذایی نمی‌تواند در آنجا وجود داشته باشد. این باکتری ها از سولفور یا آرسنیک تغذیه می کنند. فراموش نکنید که باکتری و میکروب ها از ساده ترین میکروارگانیسم ها و اولین اجزای زنجیره غذایی هستند. پس هر طعمه یک چکارچی هم دارد. اینطور نیست؟
دانشمندان مدت زیادی به دنبال کشف ارگانیسم‌های چند سلولی در غار کروبرا، دومین غار عمیق جهان که در آبخازیا واقع شده است، بودند. اگر حقیقت وجود باکتری‌ها در آن عمق اثبات شده باشد، تلاش برای پیدا کردن ارگانیسم‌های بزرگتر بسیار دشوار خواهد بود. دانشمندان چیزهای زیادی را به عنوان طعمه امتحان کردند، اما به طرز عجیبی بهترین خوراکی برای ساکنان همیشه گریزان زیرزمینی پنیر کپک زده معمولی ما بوده است. به پلوتومروس یا توبالیگانسیس بنگرید. این موجودات بامزه چشم ندارند و بدنشان با لکه های تیره پوشیده شده است که برای موجوداتی که در غارهای عمیق زندگی می کنند کمی غیر معمولی است. از هاگ‌های قارچ تغذیه می کنند و به همین دلیل است که از غذاهای انسانی بسیار لذت می برند. به هر حال اینها تگ‌ها ساکنان غار کروبرا نبودند. پنیر به خوبی به دانشمندان کمک کرد تا چندین گونه جدید دیگر از موجودات چند سلولی را پیدا کنند. با این حال گاهی اوقات برای دستیابی به اکتشافات جدید نیازی نیست خیلی دور بروید، زیرا آنها دقیقاً کنار گوشتان منتظر هستند و ممکن است در جایی که انتظارش را ندارید با شکارچیان روبرو شوید. غار کریستال‌ها همیشه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. فقط به این کریستال‌های غول‌پیکر سلنیت نگاه کنید. پس از بررسی حفره‌های مواد معدنی زیر میکروسکوپ مشخص شد که درون آنها میکروارگانیسم‌های قدیمی وجود دارند و میلیاردها سال را در تنهایی خود راحت زندگی کردند. علاوه بر این، در یکی از این حفره‌ها محققان شکارچیان دیگری را مشاهده کردند که قبلاً شناخته نشده بودند. اما در حال حاضر برای نشان دادن آن عجله ندارند و قول دادند که نتایج این اکتشاف را تا چند سال آینده منتشر کنند. به هر حال جای نگرانی نیست. اگرچه واقعاً شکارچیانی در اعماق زمین وجود دارند، اما از آنجایی که اندازه آنها از 4 میلیمتر فراتر نمی رود، تهدیدی برای باکتری ها به حساب نمی رود. آیا ممکن است در جایی غیر قابل دسترس موجوداتی بیابیم؟ به نظر می رسد که برای باکتری ها اصلاً سخت نیست که از هر ماده غذایی که سر راهشان هست تغذیه کنند. به همین دلیل است که تنها چیزی که آنها را از تکثیر حتی در لایه لیتوسفر نیز باز می دارد مواد مذاب داغ است که همه چیز را در مسیر خود از بین می برد. با این حال در زیر کف اقیانوس دما به این سرعت افزایش نمی یابد و پایین ترین مرز بیوسفر می تواند تا عمق 7 کیلومتری ادامه داشته باشد. و همچنین حتی کوچکترین شکارچیان زیرزمینی نیز بسیار کوچک هستند. چیزهای زیادی برای فکر کردن داریم. دانشمندان اسرائیلی اخیراً فهرستی از موفق‌ترین گونه‌های زیستی تهیه کردند. برای این منظور، آنها جرم همه موجودات زنده را محاسبه کرده و نتیجه را به کربن خالص تبدیل کردند. و متوجه شدند که 4/5 کل موجودات روی کره زمین باکتری ها هستند که 80% آنها در زیر زمین زندگی می کنند. به نظر می رسد که تمدن ها و شهرهای بزرگی زیر پای ما وجود دارد و ما هنوز چیزی در مورد همه آن گونه ها نمی دانیم. اما در اینجا یک کشف جالب تر وجود دارد. دانشمندان آمریکایی معتقدند که باکتری هایی که در عمق حدود 5 کیلومتری زندگی می کنند میدان مغناطیسی زمین را ایجاد می کنند. مواد دفعی آنها خمیر آهن‌ربایی است و به همین دلیل قطب های زمین دقیقاً در محل زندگی آنان قرار دارند.
اگر باکتری ها طی ساعت ها تکثیر شوند، بتوانند میدان مغناطیسی زمین را تغییر دهند یا از هر موجودی تغذیه کنند، حال اشرف مخلوقات چه کسی است؟ این توده زیستی قدرتمند شاید از روده ها خارج شده باشد و تا چند صد سال بعد همه ساکنان سطح زمین را در هم بکوبد. اما اگر واقعیت کاملا متفاوت باشد چه؟ که زندگی انسان‌ها شکل زندگی در عمیق‌ترین مکان‌ها باشد و ساکنان نزدیک‌تر به هسته زمین اشرف مخلوقات باشند. آیا فکر می‌کنید چیزهای عجیب دیگری در اعماق سیاره ما پیدا خواهد شد؟